دهه سوم قرن 19 میلادی برنامه اصلاحات شاه امان الله با مخالفت شدید بزرگان ایلها و قبایل مواجه شده است. تمام کشور در آشوب به سر می برد. هرچند در پایتخت برنامه اصلاحات امانی با جدیت تمام جریان دارد و هر روز بخش های تازه از این برنامه اعلام و اجرا می شود. بخش اعظم مخالفت ها با برنامه اصلاحات امانی از مناطق اکثرا تاجک نشین صورت می گیرد. روحانیون سنتی و کلان های قومی پس از آن که شاه امان الله جوان همسرش را با پوشش لباس اروپایی به عنوان مدلی که سایر زنان از آن باید تقلید کنند، به انظار عمومی فرستاد. با خشم تمام مردم را علیه این اقدامات شاه تحریک کردند و گویا تقدیر تاریخی چنان رفته بود که این برهه از تاریخ پرآشوب افغانستان با ظهور چهره آسی و از متن همین اعتراضات علیه برنامه اصلاحات شاه امرا باشد. کارهای رک کرد، باید تمام مردم افغانستان پتلون می پوشید، کلاه شاپو می داشتن و سلام از به طریقی که به زبان ادا می شد با پس کردن کلاه و دیگه آزادی زنها تماما هیچ چی نداشت، برابری نداشت با فرهنگ و عنانه مردم افغانستان. بعد از او دکسل قیاما صورت گرفت لازی و این خو ظاهری قضیه بود. در زمان خود اشتباه دیگر که انجام داد امان الله خان این بود که رابطه خود با روزها بسیار نزدیک ساخت و در اینجا حکومت تبعیدی هند در کابل ایجاد کرد. مورو پراتاب سینگ و مولوی عبید الله سندی و یک چند نفری که بودن این حکومت خارج از هند نگه ایجاد و اینا رابطه داد با رهبری شورای روسیه بلشویکی میگن در وقت که لینین سر قدرت بود چچرین وزیر داخلش اینا امی هندوستانی ها را با اون رابطه داد و خودی روسا هم از مولوی عبیدالله سندی استفاده کردن. این چهره کسی نبود جز حبیب‌الله کلکانی. او در سال 1890 میلادی در خانواده دهقان به دنیا آمد. در سال 1919 میلادی، همان سالی که افغانستان استقلال خود را از قشون دولت بریتانیای کبیر گرفت، با سربازی رفت و مدت 3 سال خدمت عسکری نمود. اکثر مورخین در توصیف این بره از عمر کوتاه حبیب‌الله کلکانی، الفاظ چون مرد پرکار، انسان قانع و سرباز وفادار را به کار بردند. پدر حبیب‌الله، امین‌الله کلکانی، دهقان و نگهدارنده باغ حسین کوت از ملکیت‌های مصطفی الممالک محمد حسین خان پدر استاد خلیلی شاعر بود. استاد خلیلی در مقاله دلیل علاقمندیش به امیر حبیب‌الله کلکانی را چنین بیان می‌کند: من به حبیب‌الله دو علاقه داشتم. علاقه اول من این بود که در باغ پدرم در حسین کود باغبان بود و علاقه دوم من این بود که امان الله خان را از تاج و تخت انداخته بود. امیر حبیب‌الله کلکانی آدم بی سواد اما با وفا، آدم بی سواد اما با ایمان، آدم بی سواد اما شجاع بود. مرا به دربار خود احضار کرد و مرا به عیس سرمنشی خود مقرر کرد. من چند با حبیب‌الله کلکانی در کابل بودم و بعد از آن رفتم به مزار شریف و تا آخر به مزار شریف بودم. حبیب‌الله فرزند امین‌الله در سال 1268 خورشیدی که مطابق به 1889 میلادی می شود در قلعه عظیم ولسوالی کلکان ولایت کابل دیده به جهان کشید. حبیب‌الله از ملیت تاجک می باشد و در یک خانواده دهقانی تولد شده. پدر حبیب‌الله با کار انگور فروشی و چوب فروشی و ایگه پا اشتغال داشت. حبیب‌الله از عینی که تولد میشه بعد از اینکه یک 6 سال و 7 سال پوره میکنه وارد مدرسه و یا به قول شامل مکتب میشه. یکی دو سال شامل مسئولیتش تیر میشه که روزی از روزا مدرس مدرسه و یا اینکه معلم مکتب یکی از دوستای همسنفی حبیب‌الله را لط و کوب میکنه. امی مسئله در روی حبیب‌الله یک تاثیر منفی به جا میگذاره، با معلم پرخاش میکنه و از مدرسه و یا مکتب خارج میشه، دیگه نمیره به طرف مکتب. و اما از امو ایام طفولیت حبیب‌الله کلکانی یک طب شوخ و آسی و سرکش
امرای از این میباشه. با وجود از این که در او سن سال که حبیب‌الله کلکانی قرار داشت میشد که امرای سن سالای خود در محیط منطقش به بازی های میپرداخت، ولی بنابر امی شوخ طبیع و استگستاخانه ای که داشته حبیب‌الله کلکانی از این کار را تفره میره. پدر حبیب الله کلکانی پس از اینکه مصطفی الممالک پدر استاد خلیل الله خلیل به فرمان شاه امان الله اعدام شد، همچنان با عنوان باغبان در باغ پدری استاد خلیلی باقی ماند. در تاریخ آمده است که امیر الله کلکانی پدر حبیب الله کلکانی در زمان جنگ با قشون بریتانیا و قاضیان و مبارزان آب میرساند. به همین دلیل از او در تاریخ به نام امیر الله سقای کلکانی نام برده شده است، لقبی که بعداً امیر حبیب الله کلکانی پسر وی نیز آن را برای خود برگزید. چون از طفولیت و از نوجوانی آدم جوانمرد و دیندار و فداکار و عیار بوده، به حساب در بین امو نوجوان ها و دوری خودش از احترام مردش خاص برخوردار بود. یک جوانمردی و خصلت عیاری داشت و به این زمان پدرش که دیقان بود در زمین های خودش و در باغ مصطفی ممالک که وزیر مالی امیر بلا خان بود، بچه هم عبدالرحمن خان در اوجه کار میکرد و به این سبب یادم وقتی که در سال 1919 حبیب الله خان کشته شد و مصطفی ممالک امان الله خان به سرعت اعدام که بدون محاکمه بدون سند و این باغش برای پادشاه بخارا میرعالم خان داد و پدر حبیب الله کلکانی در باغ او کار میکرد. یعنی پدرش هم آدم متدین دیندار بود، دم و دعا میکرد، مردم برش احترام داشتن و از احترام خاص در منطقه بین هم محیط خود برخوردار بود. و امیر بلاک بچهش هست، این هم تا دوره نوجوانی نه شورشگر است، نه ضد دولت است، نه کدام عمل زشت از این سر میزنه، فقط یک جوانمردی داره خلاص. حبیب الله کلکانی در قطعه نمونه عسکری به خدمت مشغول بود و هم در آن زمان نیمه دوم دهه 1920 میلادی که شورش های متعدد علیه دولت امانی برا افتاده بود و در سپاه مشغول آرام کردن و فرونشاندن این شورش ها بود. در همان زمان حبیب الله جوان به اتهام نقض انضباط در روستای خود به زندان فرستاده شد، اما پس از مدت کوتاهی آزاد گردید و بلافاصله پس از آزادی از زندان دسته تاراجگر کوچک را گرد آورده و در کودامن علیه دولت بپا خواست. و این درست زمانی بود که کودامن، کوهستان و تگاب در شمال کابل به مرکز ناخشنودی های ملی علیه اصلاحات شاه امان الله مبدل شده بود. اما نقطه عطف به شهرت رسیدن حبیب الله کلکانی به واقعه دیگری برمیگردد. هنگام لشکریان شاه برای دستگیری ملای تگاو به شمال کابل گسیل شدن، امیر حبیب الله با دسته کوچک افرادش از ملای تگاو حمایت کرده و مانع دستگیری وی شد. پس از این واقعه شمار افراد حبیب الله از 11 تن به بیش از 400 تن رسید و رفته رفته به یکی از سنگرهای مقاوم مبارزه علیه شاه امان الله مبدل گردید. دیری نگذشت که شهرت حبیب الله کلکانی از شمالی عبور کرده و به تمام کشور سرایت نمود و به گوش سایر قبایل ناراضی از برنامه اصلاحات امانی رسید. مسئله قطع نمونه برابری ترکا و افغان ها چی میشه در زمان رژیم شاه امان الله خان، حبیب الله کلکانی همی تصدیق نامه خود میبره و خوش داره که در قطعه نمونه باشه از وطنش دفاع کنه. اینجاست اینه که تصدیق نامه خود پیش میکنه به جنرال ترک. جنرال ترک وقتی که میبینه ایره تصدیق نامه شه که از انور پاشاست و دیگه جسارت و دلاوری را در وجود ازی میبینه، قوت نیرو را ایو دوستایش به پذیرش دقیقه نمونه چی میکنه میگو مارن در اونجا استخدام میشن. خب در اینمی وقت است که اختشاشات در جنوبی برپا میشه در پکتیا، شورش قوام منگل.
حبیب‌الله در راست در جمع افسرها و سربازهای قطعه نمونه میره به طرف منگل، شورش وجه را که خاتمه میتن ختم میکنن. این نسبت به دیگه کسا بسیار رشادت و دلاوری نشان میده که حتی بر از این وعده توایف بزرگ داده میشه، وعده منصب بزرگ. و به تعقیب امی یک غایله دیگه از ملای لنگ شروع میشه. دوی غایله ملای لنگ در شروعش ملای لنگ هم حبیب‌الله دست می داشته باشه و متعاقبا شروعش دیگه در مشرقی شروع میشه در جلال‌آباد. بعد از این که حبیب‌الله میره در جلال‌آباد در جنب قطعه نمونه در تشکیل قطعه نمونه اونجا میرن، او شورش هم خاموش میسازه و پسان خبر میشه که 3 نفر از امو دوستایش قماندان قطعه عسکری بندی کرده. او را ما از زندان خلاص میکنه و بالاخره میان به طرف کابل. در 21 قوس 1308 هجری خورشیدی نیروهای حبیب‌الله کلکانی با نیت اشغال کابل بالای موازی دولت در سرای خورجه در شمال کابل حمله کردند و موازی را اشغال نمودند. حبیب‌الله کلکانی پس از اشغال سرای خوجه، سید حسین شخصی که بعداً در دولت وی به عنوان نایب السلطنه و وزیر جنگ تعیین گردید را عازم شهر چاریکار و جبل سراج نمود تا آنجا را نیز به اشغال درآورد. در همین زمان لشکر 900 نفری شاهی در جبل سراج منتظر هدایت علی احمد خان رئیس تنظیمیه پروان بود، اما نیروهای تحت امیر حبیب‌الله کلکانی موفق به تصرف چاریکار و جبل سراج شدند و به طرف کابل حرکت نمودند. وزارت حربی شاه امان الله یک روز بعد لشکر را به فرماندهی موین این وزارت راهی شمالی کابل نمود، در حالی که دسته ای از اذهاکر پلیس در شهر نیز به حالت آماده باش در آمده و در کوه آسمایی موضع گرفته بودند. در تاریخ آمده است که در بلندی های کوه اذهاکر غیر منظم قومی مانند از اقوام همزایی و منگل تمرکز یافته بودند. اینها بیشتر تماشاچی جنگ بودند و عزم جدی برای اشتراک در جنگ تمام عیار برای دفاع از دولت شاه امان الله نداشتند. توپ ها به صدا درآمد و اساکر شاهی بالای موازی افراد تحت امیر حبیب‌الله کلکانی حمله وسیع را آغاز کردند. روایت است که در این زمان بیشتر از 12,000 عسکر در کوتل خیرخانه تمرکز یافته بودند. حبیب‌الله کلکانی بیش از 300 نفر نداره که میگن امیر حبیب‌الله کلکانی دولت سقوط داده تو نیست. و امان‌الله خان تا یک سال 3 رئیس تنظیمه به جلال آباد مقرر میکنه، هرچی که سرباز است به طرف جلال آباد روان میکنه. سرباز یا تسلیم میشه، سلاح و مهمات هم همین کسی هم که روان میکنه اینا خیانت میکنه، از جمله علی احمد خان شوهر خواهرش و بچه مامایش. او با شورشی ها همدست میشه، با اونا مائده امضا میکنه، سلاح و مهمات به شورشی های ضد دولت میدن، دولت خالی میشه، هرچی که سرباز و رئیس تنظیمه روان میکنن دشین بار در جلال آباد دیگه دولت امان الله خان از پای میفته. یعنی هنگامی که امیر حبیب‌الله کلکانی پشت کوتل خیرخانه میرسید میخواد بالا کابل حمله کنه، در این زمان جلال آباد به حدی وضعش خراب بود که نیروی دولتی در اوج باقی نمانده بود که از دولت امان الله خان دفاع کنه. سراسر مشرقی را شورش گرفته بود و هرچه سرباز هم که در کابل بود او طرف روانش کرده بودند. به همین سبب است که امیر حبیب‌الله کلکانی تا دیکی پک میه، دیکی پک تا باغ شهرآرا میه، دولت امان‌الله خان سرباز نبوده دفاع کنه. محمد علی خان بدخشانی خودش با سلاح و مهمات میبره، با اینا میجنگه که حبیب‌الله کلکانی را که در این وقت از طرف علما و روحانیون و سران و بزرگان پروان و کابوس های مناطق در بحث امیر حبیب‌الله خادم دین رسول الله تعیین شده بود، بعضمون بحثش با امان‌الله خان، این بار بعضی که انتخاب شده به حیث امیر خادم دین رسول الله به حیث امیر بعد از این باز به طرف کابل میاد، یعنی فرمان ملاها را و علمای دینی را با خود داشته بودند. در 10 جدی همان سال، یعنی یک روز بعد از رسیدن اساکر تحت فرماندهی عبدالرحیم خان به دروازه های کابل، قیام دیگری از سمت پغمان نیز آغاز گردید.
مقاومت های محلی از یک طرف و ضدیت انگلیس ها با سیاست های ضد استعماری امان الله از جانب دیگر باعث شد که القه جنگ بر علیه عساکر شاهی تنگتر شود. کابل هنوز سقوط نکرده بود که شاه امان الله در صبح 24 جدی 1308 همراه با یک عده از افراد خانواده و تعداد کم از عساکر جاهی قندهار شد و سلطنت را به برادر خود سردار عنایت الله خان سپرد. برای شاه امان الله این پایان کار بود، اما برای حبیب الله کلکانی دوره تازه شروع می شد. مقاومت باقی مانده عساکر شاهی زیاد به طول نمی انجامد و به تاریخ 19 جنوری 1929 ارگ شاهی به تصرف حبیب الله کلکانی درآمد و یک روز بعد حبیب الله کلکانی به طور رسمی با عنوان پادشاه افغانستان به تخت سلطنت نشست. خب وقتی که حبیب الله کلکانی در حلقه قدرت نشست، دیجا مکاتب تعطیل کرد، مالیات چی که مردم معاف ساخت از دادن معاملات مالیات و نظام جبری عسکری را او را لغو کرد و کارای کرد که تماما یک زمین ساز بود برای سقوط خود امیر حبیب‌الله کلکانی. و بعدا ما میبینیم که در اینجا خوب کسایی که در دولتی از کار میکردن یک تعداد آدمای تحصیل کرده هم بودن وجود داشتن، یک تعداد کسایی که اوقدر نمیفهمن، خصوصا سید حسین، یک تعداد مردم هایی که رفیق دوران هم بود شروعش بودن، اون را در جای خاص و بسیار یک اقتدار برشان داد و خودش هم زیادتر قدرت دست خودش متمرکز ساخت. و گپای چی از این خوبی هایی که داشت، خب به حساب از اینکه عهد شکن نبود، استبداد و ظلم در وقتی از این نبود، این زیادتر تجاوز به حیثیت آبروی مردم یا مال مردم، وقتی که به کابل آمد حتی یک روپیه دولت چی نشد، زایی نشد، او را با امانت داری ذخیره پولی را حفظ کرد و همچنون در برابر خانواده سلطنت امان الله خان اینا بسیار شریفانه برخورد کرد، یعنی با حفظ ناومیسی از اونا بسیار احترام بر از اونا قائل بود، با حرمت برخورد کرد. یک خصوصیاتشی بود، اما این که نتانست دو گروه، یکی گروه تعلیم یافته و یکی گروهی که تعلیم نداشتن، آمدن به حسابی همین که خوب در جنگ سهیم بودن، دولت داری رو نمی فهمیدن، حکومت داری رو نمی فهمیدن. از طرف از اونا زیادتر خصوصا سید حسین، یک تعداد ایران دیگهش با مرور زمان اینا به قدرت های استبدادی تبدیل شدن، دیگه قانون، رعایت قانون و قانون وجود نداشت، مطابق شریعت اسلامی عمل میکرد. قانون اساسی امیر امان الله را لغو کرده با حساب مطابق شریعت عمل میکرد. خب نتونست به این شرایطی که در افغانستان بود، خصوصا مداخله خارجی ها زیادتر، اونو بعدا ما دیدیم که انگلیس ها با فرانسوی ها همدست شدن و نادرخان فرستادن در قسمت های جنوبی، اونو جنگ آغاز کرد و بالاخره این سقوط داد که امیر حبیب‌الله کلکانی را. شماری از اعضای خانواده شاه امان الله در قصر باقی ماندند، از جمله خواهران شاه. در تاریخ آمده است که حبیب‌الله کلکانی رسم جوانمردی را در مورد اعضای خانواده شاه امان الله به جا آورده و آنان را به اقوام و خیشان آنها سپرد و این درست زمانی بود که امان الله با تشکیل یک قشون از قندهار علیه دولت به رهبری امیر حبیب‌الله کلکانی به جنگ پرداخته بود، قیامی که زیاد دوام نیاورد و شکست خورد. حبیب‌الله کلکانی پس از برآمدن بر تخت شاهی خود را حبیب الله دوم نامید و اعلامیه‌ای را ذکر مورد از نقض شریعت اسلامی از سوی امان الله منتشر کرد. شمار از مالیات ها را غیر قانونی و ممنوع نمود و همه مکاتب را که در دوران شاه امان الله تأسیس شده بود را مسدود نمود و به همین دلایل لقب دیگر وی خادم دین رسول الله بر سر زبان ها افتاد. امیر حبیب الله افراد شکست خورده غنده شاهی را تمجید نموده در اطراف خود جمع نمود
اما برنامه بعدیش بود که او در حقیقت توانایی‌های برای حفظ سلطنت را به محک تجربه سپرد. ملا خان استعفا می‌دهد، برادرش مینال سلطنه را به صفت زمامدار افغانستان، شاه افغانستان به عوض خود تعیین میکنه، ولی خواست عمومی چیز دیگه بوده. در مجموع اتو تقاضا داشتن که باید هیچ کسی از خاندان سلطنتی چی نشه، پادشاه نشه، چون همین کسایی که به دور حبیب‌الله کلکانی جمع شده بودن یا هدفشانی گپ نبود. در حال بالاخره سردار عنایت‌الله خان هم از قدرت خلع میشه و چیز زمینه ازی پیدا میشه که حبیب‌الله کلکانی قدرت میگیره از او و پادشاه افغانستان میشه. خب با تکیه زدن امیر حبیب‌الله کلکانی به تخت قدرت، در حقیقت دیگه با حاکمیت 183 ساله رژیمای سرداری و مطلق العنان خاتمه داده میشه. امیر حبیب‌الله کلکانی پس از مشورت با مشاورینش به محمد نادرخان پیشنهاد کرد که دوباره به نظام برگردد و برای اینکه نادرخان را به بازگشت مجدد به نظام ترغیب نماید، سردار شاه محمود خان برادر شاه امان الله را به عنوان رئیس تنظیمیه سمت جنوبی مقرر کرد. اما گوی تقدیر تاریخی به گونه دیگری باید رقم می‌خورد. در این زمان کشور با مشکلات فراوان اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد. برنامه اصلاحات به کلی متوقف شده بود و نادرخان در هماهنگی با انگلیس‌ها خواب دیگر برای کشور میدید. قبل از این و در دورانی که شاه امان الله قشون ساخته و از سمت قندهار بر علیه حکومت امیر حبیب الله به مخالفت برخواسته بود، دعوت مشابه به نادرخان که در آن زمان از وزیر مختار در فرانسه استعفا کرده بود فرستاده و از وی خواسته بود برای براندازی تاج و تخت امیر حبیب الله کلکانی با وی یکجا شود. نادرخان وزیر جنگ در دولت شاه امان الله که در شهر نیز زندگی میکرد، با کمک برادرانش گویا پس از مذاکره با انگلیسیان در هند قصد کابل کرد و سرانجام با کمک قبایل، مخصوصا افراد قبیله جاجی و وزیری، در 21 میزان 1308 13 اکتبر 1929 قشون ساخت و پس از جنگ با عساکر شاهی خود را به کابل رسانید. خلزایی ها در غزنی و پکتیکا، ایجا خلزایی ها، بعضی از مردم گردیز و بعضی اقوام دیگه هم سلیمان خیلا از امیر حبیب‌الله کلکانی حمایت میکردن، از نادرخان، از امان الله خان حمایت نمیکردن، از آرا در غزنی و مناطق مرکزی از امان الله خان حمایت میکردن. جنگ های شدید نیروهای امیر حبیب‌الله کلکانی با برادر هزاره کرد که اونا از امان الله خان تا آخر وفادار بودن، دفاع کردن و جنگ اسیدی را غلام سیدی خان صاحبزاده در جنوبی که با نادرخان چند بار یادم نادرخان شکست داد، شکست متواتر خودش برادرایش. نادرخان داخل او یک نامه است پیش من که او در بحث دیگه بعد میخوندم که نادرخان به انگلیس ها نامه ران کرده، شکست آخری که از غلام سیدی خان خورد عقب نشینی کرد، به انگلیس ها نامه نوشته کرده او 6 ماده داره، اگر ما به پادشاهی برسیم گفتم من سقوط میکنم، وضع من خراب است و شما به ما کمک کنید، اگر شما به ما کمک کنید به پادشاهی برسیم، این کار رابط افغانستان با روسا بسیار ضعیف میسازم، یک در داخل فعالیت انگلیس اجازه میدم، دوی کار میکنم، اون کار میکنم، زمین فعالیت چرا تجارت دیگه پاره به انگلستان مساعد میسازم، در ماده ششمش نشه کرده که من شرایط در ماده ششمش من شرایط دولت انگلستان مانند قبل استقلال قبول دارم، یعنی نادرخان از استقلال افغانستان گذشته و گفته که به ما کمک کنید. در اینمی زمان است که معرفی میگه 10 کرور روپیه
در بانک های لندن برش آماده کرده بودن و میلیون ها پول دیگر هم در از طریق هندوستان و ایران که سلاحی کمال الله خان خریداری کرده بود از اروپا انگلیس ها در بندر کراچی رو قید کرده بودن. از این بعد اینمی سلاح لاری ها و قطار های سلاح و مهمات انگلیس ها به نادر خان روان میکنن، پول هم روانش میکنن و سران قبایل او طرف سرحد که قلمرو انگلیس بود و اونا هم اجازه میدن که شما نیروهای بشری جمع آوری کنه، اونا هم جمع میشن و تمام امکانات داخلی و خارجی بر نادر خان فراهم میشه. در این زمان است غلام سیدی خان صاحبزاده هم زخمی میشه. در 17 ماه میزان همین سال ارگ کابل در محاصره قرار گرفت، در حالی که امیر حبیب‌الله خان منتظر رسیدن نیروهای کمکی از گردیز، ننگرهار، غزنی و کهدامن بود. ارگ کابل هدف گلوله‌های توپ قرار گرفت. دو روز بعد القه محاصره تنگتر شده و حصار ارگ در هم شکسته شد. امیر حبیب‌الله با چند نفر دیگر در تاریکی شب از ارگ گریخته و به کهدامن رفت. شهر در اختیار نادرخان و افرادش قرار گرفت. اما همه اینها مانع تحقق یافتن سرنوشت محتوم امیر حبیب‌الله خان کلکانی نشد. نادرخان حربه برای بدام انداختن حبیب‌الله کلکانی که حالا در جبل سراج به سر می‌برد سنجید. نقل است از محمد اکبر ایدری، برادرزن حبیب‌الله کلکانی، که بعد از استقرار یافتن سپاهیان نادرخان در ارگ و تصرف کابل در جبل سراج سپاه بزرگ جمع شده بودند. پیره‌دار احوال داد که یک موتر با بیرق سفید به این سو می‌آید. به آنها اجازه داده شد تا وارد ارگ شوند. نمایندگان نادرخان، زلمای خان منگلی و شمس‌الحق مجددی بودند. وقتی که عقب نشین به طرف جبل سراج چورک رجا در اینجا باز خوب وقتی که باز نادرخان به قدرت رسید کابل اشغال کرد، برعکس یک شاه تحصیل یافته و اروپا دیده یک غارت بسیار کلی صورت گرفت. این در ارگ خزانه ارگ چور کردن، مال و منال مردم چور شد، نظم نبود. با آمدن نادرخان یک تفاوت بسیار کلی است ما بین تحصیل کرده و یک آدم عادی که به خود رست و با عمل تمام نگاه کرد داره دولت. خب و بعضی که کابل گرفت نامه ها تبادله شد، رعیت ها رفت آمد میکرد. بالاخره امیر حبیب‌الله تصمیم گرفت که بیایه و پیش نادرخان به دعوتش که اونت دعید رو کرد، قرآن شریف مور کرده و زیادتر در آمدن یزی سید حسین نیره تشویق کرده و در اوجا قرار که می از زبانی پدرکلان ما دیگه در وقت شریک بود دولت حبیب‌الله خان اینا، اینجا ابراهیم بیگ هم همراه ازی بوده در جبل سراج و ابراهیم بیگ تاکید میکرده که نباید بری به کابل، وقتی که رفتی حتما تو را میکشه نادرخان و تو در اونجا بشی ما پس کابل را میگیرم و پس برو اون پاچایی بکن. این گپ ازی را قبول نکرد و سید حسین که ما زیاد متمایل به تسلیم شدنش به نادرخان بود و آمدنش به کابل و همون توته سید حسین زیادتر اون را چی ساخت، متمایل ساخت که به کابل بیاید. ولی در کابل که اومد خلاف عهد و پیمانی کرده بود نادرخان، خلاف موری که در قرآن شریف مانده بود ای را اعدام کردن. بود که دوستاش از سید حسین هم در شامل امینا بود. آنان قرآن شریف را که در یک دستمال سفید پیچانده شده بود در دست داشتند. گفت و شنود آغاز گردید. در این جلسه همه به توافق رسیدند که حبیب‌الله کلکانی برای جلوگیری از جنگ بیشتر به کابل رفته و با نادرخان پای مذاکره بنشیند. حبیب‌الله کلکانی هم پس از تصمیم نهایی جمعی به سپاهیانش که آماده حمله بالای کابل بودند ابلاغ کرد که چون نادرخان قرآن شریف را به دست ایاد روان کرده تا از جنگ جلوگیری شود، امیر صاحب روانه کابل می شود. نادرشاه پس از آمدن حبیب‌الله کلکانی به کابل و ارگ چند روز به او و هیئت امراهش استراحت داد. سپس محافظین و یاران حبیب‌الله را به زندان فرستاد. خب با رسیدن امی پیغام و مور کردن در قرآن به حبیب‌الله کلکانی، حبیب‌الله کلکانی میگه که ما به قرآن عزیز باور ندارم، به یادی که به قرآن کده باور ندارم، به خاطر از یکی یا
در تمام عمر مردم های عدشکن، مردم های بدد و مردم های بیوفاستن و به حساب دینداریشان قائم نیستن. ولی چون رفیقای دیگهش که یک مقدار مرارشان ضعیف شده بود و نمیخواستن که دیگه جنگ خون ریزی ادامه پیدا کنه، حبیب‌الله را ترغیب میکنن که با گفته نادرخان تن در بده و به کابل بیا. در یکی از قریه‌های ولایت پروان که به نام فتح خان خیل است، میگن که حبیب‌الله با میجه میاراج دوجه بود که سید حسین آمد. حبیب‌الله میگفت که آقا تو خو میگوی که بریم، ولی نادرخان میاد پیمانش وفا نمیکنه. از اونجایی که سید حسین قبلا وعده داده شده بود، وعده پست بلند دولت نادرخان، سید حسین حبیب‌الله کلکانی را ترغیب میکنه به آمدن به کابل. و همی میباشه که حبیب‌الله کلکانی با جمع 12 یا 13 نفر از یارایش با سید حسین یا به طرف کابل میان و بالاخره وقتی که به کابل میرسن در طرف هرگ ریاست جمهوری میارندشانه. در اینجا یک تعداد مردم های سمت جنوب منتظر عزی بودن که سید حسین و حبیب‌الله و یارایشان بین، هدفشان این بوده که انتقام خود بگیرن، چون دل خوشی نداشتن از این مردم ها. پس از 2 روز همه آنها را از زندان کشیده و از دروازه شمالی ارگ خارج و در زیر برج شمالی ارگ کنار یک خندق، در حالی که تفنگداران دولتی قبلا در آنجا به حالت آماده باش در آمده بودند، به صف کشیده شدند. دقایق بعد صدای شلیک تفنگ ها به گوش رسید. حبیب‌الله کلکانی، سید حسین وزیر جنگ، برادرش حمیدالله، سردار علی، شیرجان خان وزیر دربار و یاران دیگرش بر روی زمین افتادند. فردای همان روز جسدهای کشته شدگان را به فرمان شاه در چمن حضوری کابل بر چوبه های دار آویزان کردند. دیگه مایسته قد و کشاری که نادرخان کرده، چقدر زندانی کرده، شما جلد دوم غبار رو بخونید که بسیار بحث بسیار بزرگ است که چقدر روشن بگر رو هزاران هزار کشته یادم و به زندان برده، تمام دشمن ها انگلیس زندانی کرده و مقایسه برخوردش با برخورد نادرخان، برخوردی با اسیرا چه برخورد کرده، نادرخان چه برخورد کرده، این مسئله. و دیگه یک موضوع دیگه که چرا امیر حبیب‌الله کلکانی رو به چه سقو میگن، یه تام بسیار زیاده است، همه مورخین همه نویسنده ها نوشتن بچه زقه و سقویا سقه و فلانی جایی نخواستن که نامشان نشه کنن که حبیب‌الله کلکانی، امیر حبیب‌الله کلکانی. شما به تاریخ نگاه کنید که امیر دوست محمد خان از سمنگان 139 نفر اعضای خانوادهش بدونی که سرش فشار باشه آورد در کابل به انگلیس ها تحویل داد، خودش به طرف بخارا رفت. بعد از اینکه آمد در فران از این استقبال کردن، از نجاب از کاپیسا گریخت، دوباره با 3 نفر آمد به بالاسار و مگناتن تسلیم شد. یادم بچهش میگن شهزاده. بعد از این شما که نمیبینین عبدالرحمن خان میبینین، یادم در حالی که یک اسب لاغر داشت، یک قمکین از دریای امو گذشته بود، در فران مردم شمال از بدخشان تا فران را کمک کردن، پول دادن، 100,000 نفر در توتمدره و فران جمع شد، اینو پادشاه انتخاب کردن. باز آمد در ذمه با مامور سیاسی انگلیس سازش کرد، آمد در برج شهرارا اینجا تعهد دیگری به انگلیس داد که شما پادشاهی در خاندان ما به رسمیت بشناسید، من شما را صحت و سلامت خارج میکنم. ایراتیا را در ایرات رفتن تکه و پارچه کردن. و دیگه ای که مایده دیورند امضا کرد، گفته خود پشتون های برادرهای پشتون که ای وطن ما رو تکه تکه که بچهش امیر حبیب‌الله خان مایده رو باز مایده دیورند تصدیق کرد، تایید کرد، اونا رو بچه‌هاش میگن شهزاده. اونایی که وطن فروختن، دقی مردم ظلم کردن، ستم کردن، جفا کردن، اونا رو میگن شهزاده. پدرشان هم میگن اعلی حضرت، بچه‌هاشون هم میگن شهزاده. پس از اعدام حبیب‌الله کلکانی، نادرشاه آرام ننشست و زن اول او یعنی بی بی سروری یا بی بی سنگری را که در فرهنگ فارسی دری نام و جایگاه دارد را امرا با دو دخترش به زندان انداخت.
و برای 20 سال در زندان ماندند و سپس به بلخ تبعید شدند. در تاریخ آمده است افراد نادرشاه که اکثرا از نیروهای قبایلی غیر ساکن کشور بودند، هنگام ورود و تصرف کابل به خانه‌های بسا کابلیان وارد شده و به غارت و اذیت مردم پرداختند. گفته شده افراد قبایلی حتی قالین‌های ارگشایی را با کارد پارچه پارچه کرده و میان خیش تقسیم نمودند. در همین سالهای پسین گور دسته جمعی حبیب‌الله کلکانی و یارانش در تپه مرنجان کابل کشف شد. ده ها تن از مسئولان نهادهای فرهنگی و سیاسی، نویسندگان و دانشگاهیان غرض تثبیت و شناسایی این اجساد در تپه مرنجان کابل گرد هم آمدند، اما حکومت ممانعت نشان داد. وقتی که قدرت بعد از اینکه او را به شهادت رساند، این قوت روان کرد به سرکردگی وکیل خانه نورستانی، با خاطر اینکه صلاحی چی را به این بانه که صلاح دولت ما جمع میکنیم از پیش مردم، و دوجه که رفتن دست به استبداد زد وکیل خانه و زیادتر بالای مردم یعنی استبداد سبب شد که مردم علیه ازی بخیزن و خود ازی را به قتل رسانن وکیل خانه. و بعد از وکیل خان محمد گلی مومن در اون کرد نادر خان دوجه. محمد گلی مومن این تمام باقیات شمالی را سوختند و مردم که اسیر میکرد به توپ بدن توپ میموند، میگوتن به توپ بس نید. و این یک استبداد بسیار 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 شنی، حتی که موضوعاتی که به حساب یعنی به حساب افغانای ما هم کردیم، به حساب حفظ نوامیسی مردم، حتی دایی هم دریغ نکردن یک تعداد دخترها یا خانم های نکاح شده این مردم با خود بردن. کسایی که از طرف جنوبی آمده بودن، ملیشای جنوبی، اونا را خواسته بود نادر خان، و اونا مثل که دا بعدا در طرف های قطغن همی کار کردن، چروچا پاول و غارت پیش از او در شمالی کرده بودن و هنوز هم از ذهن مردم نرفته استبدادی که در شمالی شده، همین سینه به سینه انتقال یافته. ولی که کمی بدبینی های قومی که پای وجود داره، سابقه دائمی استبدادی که شده در بالای مردم در این ارتباط داره. در این باره از تاریخ پس از تسخیر کابل و غصب مقام سلطنت، نادرشاه با گروهی که وی را در کسب قدرت امراهی و کمک کرده بودند خلعت بسیار خوبی داد. وی به این گروه سرحدی که در مناطق جنوب و آن طرف سرحد زندگی میکردند امر داد تا سرزمین شمالی را چور و چپاول کنند. این دستور نادرشاه تحت عنوان سرش از من مالش از شما مورد تطبیق قرار گرفت و نسل کشی ها در شمالی به وقوع پیوست. حبیب‌الله کلکانی از نگاه دیگران. سردار رحیم خان گفته است حبیب‌الله کلکانی هم در زندگی و هم در نظریات خود بسیار دموکرات بود، به غارتگری و تجاوز اجازه نمیداد. احمد شاملو شاعر بزرگ زبان پارسی گفته است حبیب‌الله کلکانی با هوادارانش امان الله، خاندان نادرخان، مخالفان خود و با توده‌های مردم برخورد جوانمردانه توأم با مروت و مدارا داشت. گریگوریان نویسنده کتاب افغانستان معاصر از شاه حبیب‌الله کلکانی با عنوان آدم با دیدی وسیع و انقلابی نام برده است. جان استوارد نگارنده کتاب آتش در افغانستان کلکانی را رابین هود اندکوش، قهرمان، افسر قابل اعتماد، شجاع، تربیت یافته نظامی، رهبر خوب، شخصیت با تقوا و غریب نواز ستایش کرده است.